سلام دوستان عزیز به ویدیو جدیدم خوش اومدید تو این قسمت سوالات 263 تا 282 دو. یعنی 20 سوال میخوام براتون ترجمه کنم میریم سراغ سوالات این قسمتمون 263 Wie verhalten Sie sich با دیزم Verkehrszeichen؟ با دیدن این تابلو ترافیکی چگونه رفتار میکنید این تابلو طوری که داره نشون میده یعنی که اون جاده ای که هستید اون خیابونی که توش هستید از هر دو طرف قراره باریک بشه هم از سمت راست هم از سمت چپ حالا جوابا رو با هم میخونیم گشوندگیت فرینگن سرعت رو کاهش میدیم این درسته جواب دوم نیت می اوورهولن دیگه سبقت نمیگیریم این هم درسته چون جاده داری باریک میشه پس اینا خطرناکن یکی اینکه سرعتتون باید کم کنید چون سرعت زیاد خطرناکه یکی اینکه دیگه سبقت نباید بگیرید جواب سوم فا اغیخن ده فه انگونگ اما انهالتن میشه رسیدن ف انگونگ میشه باریکی که میشه این قسمت ترجمهش به این صورته قبل از رسیدن به باریکی همیشه توقف میکنیم این اشتباهه نیازی نیست توقف کنید اگر ترافیک اونجا راه بندون شده بود که آره توقف میکنید ولی نه اینکه همیشه اینجا گفته اما انهالتن بس همین این اشتباهه دیو با دیدن این تابلوی ترافیکی تخمینید چه چیزی رو باید بزنید خب توی ویدیو قبلی یه سوال داشتون که من در مورد این تابلوی پایینی که اینجا هست توضیح کامل دادم گفتم که اگه این تابلو این دو طرفش فلش داشت یعنی اینکه طول این تابلوی بالایی رو به شما نشون میده اگر مثل اینجا که اینجا نوشه پنجامت و هیچ فلشی دو طرفش نیست فاصله شما رو بعد از دیدن این تابلو تا اون موقعیتی که قرار بهش برسید نشون میده حالا این جواب رو میخونیم بعد میبینیم که اینجا منظورش چیه بهتر متوجه میشید جواب اول میت این این 50 متر انفرنونگ اوزویشتله میشه محل جاخالی دادن یعنی یه جایی که شما از یه چیزی بیاد جاخالی بدید این اشتباه حالا ترجمه براتون میخونم اول یک محلی برای جا خالی دادن در فاصله 50 متری این اشتباهه چون این تابلو ما داره باریک شدن جاده رو نشون میده یعنی که قرار جاده باریک بشه ربطی به اوس وایخ نداره پس اشتباه جواب دوم مت اینه فرنگتن فابن این 50 متر انتفرنون جاده ای باریک شده در فاصله 50 متری یعنی وقتی این تابلو رو دیدید پنجاه متر بعدش جاده باریک میشه این درسته چون این دوتا فلش کنارش نیست پس داره فاصله شما رو نشون میده به اون محلی که قراره برسید جواب سوم مت اینه انگتن فابن فون 50 متر لنگه جاده ای باریک شده با طول پنجاه متر خب این شما گفتیم که دوتا فلش نداره اگر اینجا دوتا فلش بود این جواب درست میشد سوال بعدی 265 ومت موسن زی بای با دیدن این تابلوی ترافیکی تخمینی چه چیزی رو باید بزنید این تابلوی باوشتله هست یعنی محل ساخت و ساز جواب اول مت باو ماتریال اوف د یعنی وسایل یا ابزار ساخت و ساز ترجمهش به این صورته مساله یا وسایل ساخت و ساز روی جاده این درسته جایی که با باشه ممکنه اون وسایلشون روی خیابون باشه این ممکنه پس درست جواب اولمون مت فون باوشتلن فاهرزویگن ترافیک وسایل نقلیه مربوط به محل ساخت و ساز یعنی رفت و آمد وسایل نقلیه مربوط به ساخت و ساز یا مربوط به همین باوشتله اینم هم درسته جواب سوم مت آبایتن در کار کردن توی جاده یعنی کارگرا توی جاده کار میکنن پس اینم درسته 266 ومت با دیدن این تابلو ترافیکی تخمینی چه چیزی را باید بزنید جواب اول مت یعنی گسترش یا زیاد شدن چیزی حالا ترجمهش به این صورته گسترش جاده به سه لاین ترجمه رو ساده تر بخوام بگم یعنی این جاده تبدیل میشه به جاده سه لاینه این اشتباهه چون این ربطی به لاین جاده ها نداره جواب دوم می مشتاو راه بندان این درسته این تابلو مربوط بشه به راه بندان پس جواب دومون درسته جواب سوم مت پلتسلیشم برمزن در فقندن ترمز گرفتن ناگهانی راننده های جلویی این هم درسته وقتی شما یه همچین تابلوی رو میبینید باید تخمین این دوتا رو بزنید یکی اینکه ممکنه اینجا راهبندون اتفاق بیفته دوم اینکه ممکنه راننده های جلوی شما ترمز های ناگهانی بگیرم به خاطر راهبندونی که اونجا اتفاق میفته 267 Worauf دیزس dieses Verkehrszeichen hin? این تابلوی ترافیکی به چه چیزی اشاره میکنه؟ جواب اول اف امپل به یک چراغ راهنمای رانندگی درسته؟ توی عکسم پیداست؟ جواب دوم اف این به یک دفتر یا ایستگاه گمرک تسالشتله میشه دفتر یا ایستگاه گمرک این اشتباهه چون این تابلو اصلا ربطی به گمرک نداره این امپل هست چراغ راهنمای رانندگی Auf einen بان mit rotem مت روتن بلنگ به یک تقاتو قطار و جاده با چراغ چشمکزن قرمز این هم اشتباه این فقط رب داره به چراغ راهنمای رانندگی عکسش هم که روی تابلو هست دیویست و شست و هشت دیزه هن؟ این تابلوهای ترافیکی به چه چی چیزی اشاره میکنن؟ جواب اول auf die Richtung، aus به مسیر یا جهتی که از اونجا قطار میاد. اشتباهه؟ جواب دوم auf eine Umleitung die den میشه مسیر انحرافی یا مسیر دوم. Umgehen یا etwas umgehen میشه از دور چیزی عبور کردن یا چیزی را دور زدن. ترجمه جواب براتون میخونم به مسیر انحرافی که تقاطع قطار و جاده رو دور میزنه یعنی اینکه شما یک مسیر انحرافی است که وقتی این مسیر رو برید از دور این تقاطع قطار و جاده عبور میکنید این هم اشتباهه جواب سوم auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße به تقاطع قطار و جاده ای که در خیابان سمت راست قرار داره این درسته این تابلو رو وقتی میبینید زیر این تابلو هست یعنی اینکه این تقاطع قطار و جاده سمت راست شما قرار داره یعنی وقتی شما سمت راستتون داخل خیابون بپیچید خیابون بعدی که میاد بپیچید سمت راست اونجا تقاطع قطار و جاده هست 269 وقع اف ویست دیزز این تابلو ترافیکی به چه چی چیزی اشاره میکنه؟ جواب اول اف اینن بانو بگنگ in etwa 80 Meter Entfernung. یک Qatar قطار و جاده در فاصله 80 متری. این اشتباهه. توی ویدیوهای قبلی در مورد این تابلو من توضیح دادم گفتم که هر کدوم از این خطی که روی این تابلو باشه به معنی 80 متره. یعنی در کل میتونه سه تا خط داشته باشه یا سه تا یا دو تا یا یکی. جواب اولیمون اشتباهه. چون گفته فاصله شما 80 متره تا اون تقاطع قطار و جاده ولی خب اینجا دو تا خط باشه پس 80 متر نیست 160 متره حالا جواب دوم دو میخونیم auf einen Bahn übergang in etwa 240 متر entfernung به یک تقاطع قطار و جاده در فاصله 240 متری این هم اشتباهه چون این دو تا خط داره اگه سه تا خط داشت میشد 240 متر جواب آخریمون درسته auf einen Bahn übergang in etwa 160 متر entfernung به یک تقاطع قطار و جاده در فاصله 160 متری درسته چون هر خطی که 80 متر باشه دو تا خطش میشه 160 متر 270 وقف وایست دیزس فیکیس سایکن هن این تابلوی ترافیکی به چه چیزی اشاره میکنه جواب اول auf einen بانو بگنگ این اتوا 80 متر انفرنونگ به یک تقاطع قطار و جاده در فاصله 80 متری این درسته گفتیم که یه خطش میشه 80 متر جواب دوم سوم خب 100 درصد اشتباه هن. چون 240 160 متر. حالا میخونم براتون بازم auf einen Bahnübergang in etwa 240 متر Entfernung به یک تقاطع قطار و جاده در فاصله 240 متری اشتباهه و جواب سوم اف این بانو بگنگ این اتفاق 160 متر انفرانه به یک تقاط قطار جاده در فاصله 160 متر. این هم اشتباهه. سال بعدی من دیویسه هفتاد و یک. وقعا ویست دیزه این ترکیب تابلوهای ترافیکی به چه چی چیزی اشاره میکنه؟ اف این بانو بگنگ این اتفاق 80 متر انفرانه به یک تقاط قطار و جاده در فاصله 80 متر. این اشتباهه گفتیم که سه تا خط که داشت میشد 240 متر جواب دوم auf einen Bahnübergang in etwa 160 متر Entfernung به یک تقاطع قطار و جاده در فاصله 160 متری این هم اشتباهه جواب آخرمون درسته auf einen Bahnübergang in etwa 240 متر Entfernung به یک تقاطع قطار و جاده در فاصله 240 متری این درسته چون سه تا خط داره 272 ویست وفایست diese Verkehrszeichen Kombination hin. این ترکیب تابلوهای ترافیکی به چه چی چیزی اشاره میکنه؟ جواب اول شنیگلته. یخزدگی یا لغزندگی جاده پس از بارش برف. این درسته. این شنیگلته منظور زمانی که برف میاد و بعد از مثلا یک روز یا دو روز این برف رو روی جاده یا روی پیاده رو یخ میزنه. به اون حالت میگن شنیگلته و این تابلوی که میبینید اینم به اشاره به این وضعیت میکنه به این وضعیت شنیگلته یعنی یخ و لغزندگی جاده پس درسته جواب دوم لوینن بهمن که به زبان دری فکر میکنم میشه برف کوچ این اشتباهه جواب سوم ایسگلته یخزدگی یا لغزندگی جاده بعد از شبنم آمدن یا شبنم زدن این هم درسته در کل این تابلو به معنی یخزدگی و لغزندگی جاده هستش 273 ومیت مسنزی بی دیز فک سیکن کمبیناسیون قشنن با دیدن این ترکیب تابلوهای ترافیکی تخمین چه چیزی را باید بزنید جواب اول متشتاک شترک فشمست جاده خیلی کثیف یا جاده خیلی آلوده این درسته چون به خاطر رفت آمده این حیوانات اهلی یا حیوانات علفخوار که اونجا هستن اون جاده ممکنه همیشه کثیف و آلوده باشه پس جواب اول درسته جواب دوم مت ولد وکسل عبور حیوانات غیر اهلی این اشتباهه چون توی تصویر میبینید که عکس گاو هست این تابلوی ویلد وکسل عکس یه آهو هستش جواب سوم میت وید تیغن افته der حیوانات علف‌خوار روی جاده واید تیغ میشه حیوانات علف‌خوار مثل گاو گوسفند و اینا جواب سوممون درسته چون توی تصویرم که واضحه حیوانات علف‌خوار روی جاده چون ممکنه از این طرف به اون طرف جاده عبور کنن 274 was müssen sie bei dieser Verkehrszeichenkombination با دیدن این ترکیب تابلوهای ترافیکی به چه چیزی باید توجه کنید؟ جواب اول einen بانو بگنگ این 240 متر entfernung یک تقاطع قطار و جاده در فاصله 240 متری درسته؟ جواب دوم دو Kraftfahrzeuge dürfen دوفن überholt werden وردن. از وسایل نقلیه اجازه نیست سبقت گرفته بشه اینم درسته چون شما دارید به تقاطع قطار و جاده نزدیک میشید پس سبقت گرفتن خطرناکه واسه همین اجازه ندارید سبقت بگیرید جواب سوم einen Bahn in 120 Meter Entfernung in اشتباه یک تقاطع قطار و جاده در فاصله 120 متری اصلا این تابلو عدد 120 تایی نداره یا 80 با یک خط با دو خط 160 و با سه خط 240 این 120 اصلا کاملا اشتباهه 275 was erwartet sie bei dieser verkehrszeichenkombination. بعد از دیدن این ترکیب تابلوهای ترافیکی چه چیزی منتظر شماست یا انتظار شما رو داره؟ این سوال یه جوری طراحی شده که به زبان فارسی فکر نمی‌کنم ما یه هم همچی سوالی بپرسیم. واسه اینکه معنی و مفهوم این سوال براتون قابل درک بشه، اینو به این صورت هم میشه ترجمه کرد. با دیدن این ترکیب تابلوهای ترافیکی فکر می‌کنید چه چیزی بیاد؟ یا اینکه شما با دیدن این تابلو انتظار چه چیزی رو میتونید داشته باشید جواب اول این آبیتستله دی ان اتوا 100 متر انفرنونگ بگیند آبیتستله میشه محل کار ترجمه کامل جواب به این صورته یک محل کار که در فاصله 100 متری شروع میشه یعنی 100 متر بعد از دیدن این تابلو محل کار شروع میشه خب این درسته چون گفتیم که دوتا فلش نداشت فاصله رو نشون میده جواب دوم این Arbeitsstelle die دی نخ 100 و هندت متر یک محل کار که تقریبا بعد از 100 متر به پایان میرسه این اشتباهه جواب سوم eine Arbeitsstelle die دی این لنگ فون 100 و هندت هد یک محل کار که حدودا 100 متر طول داره این هم اشتباهه جواب اولمون درسته فقط 276 Sie passieren diese Verkehrszeichenkombination bei einer Außentemperatur von 3 Grad. Wie verhalten Sie شما در دمای مثبت سه درجه از کنار این ترکیب تابلوهای ترافیکی عبور میکنید. چگونه رفتار میکنید؟ یعنی دمای هوا مثبت سه درجه هست و شما یه همچین تابلوی میبینید و از کنارش عبور میکنید. حالا چگونه رفتار میکنید؟ جواب اول ich fahre unvermindert weiter da keine eisglätte zu erwarten ist بدون هیچ تغییری به رانندگی ادامه میدم چون هیچ یخ زدگی پیش بینی نمیشه یا انتظار نمیره این اشتباهه چون وقتی دمای هوا نزدیک به صفر میرسه مثلا سه درجه این نزدیک به صفره کم کم هوا در حدی سرده که ممکنه یخ زدگی اتفاق بیفته ولی جواب اول میگه هیچ یخزدگی چون هیچ یخزدگی پیش بینی نمیشه واسه همین اشتباهه جواب دوم ich verringere sofort den abstand zum فورا فاصله رو از راننده جلویی کم میکنم یعنی خودم رو به راننده جلویی نزدیکتر میکنم که فاصله ما کم بشه خب این هم اشتباهه وقتی احتمال یخزدگی باشه شما باید فاصلتون رو از راننده جلویی بیشتر کنید نه اینکه فاصلتون رو کمتر کنید چون خطر لغزندگی و سرخوردن هست. جواب آخرمون ایش فرغنگه دی گشوندیشکایت سرعت رو کم میکنم. این درسته. دیویسته هفتاد و هفت واس زلتن زی با اینه زوگ کنط سیخنتن گفاغنشتله فمیدن. گفاغنشتله میشه محل خطر. ترجمه سال براتون میخونم. با دیدن یه همچین محل خطر مشخص شده از چه چیزی باید پرهیز کنید؟ یعنی وقتی یه همچین تابلوی میبینید چه کارهایی رو نباید انجام بدید؟ جواب اول شتاکس به نگن شتاب گرفتن شدید یا همون گاز دادن خیلی شدید این درسته؟ از این کار شما باید پرهیز کنید یعنی نباید انجام بدید؟ جواب دوم پلوچلیک لنک بویگونگن حرکت های ناگهانی فرمان یعنی به چپ راست چرخاندن سریع فرمان این هم درسته این کارم نباید انجام بدید جواب سوم گرینگن ابشتند zum vorausfahrenden Fahrzeug فاصله خیلی کم از راننده جلویی این هم درسته یعنی شما این کارم نباید انجام بدید یعنی که فاصله خیلی کم از راننده جلویی باید فاصله رو بیشتر کنید 278 Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? این ترکیب تابلوهای ترافیکی به چه چی چیزی اشاره میکنه؟ جواب اول auf eine bewegliche Brücke به یک پل متحرک این درسته توی تصویرم خیلی واضحه پلی که باز و بسته میشه جواب دوم auf eine Fähre به یک کشتی یعنی این داره به کشتی اشاره میکنه فیق میشه کشتی های خیلی بزرگ و مجلل و اینا این اشتباهه چون اصلا ربطی به کشتی نداره جواب سوم Auf کانال arbeiten. به کار کانال این هم اشتباهه فقط جواب اولمون درسته دویست هفتاد و نو وست هبن زی بای دیزه فرکیست با دیدن این ترکیب تابلوهای ترافیکی به چه چیزی باید توجه کنید؟ توی تصویر ببینید به چه صورته؟ حالا جواب میخونیم Die Straße فوت auf این Ufer. اوف میشه لب دریا یا اون مرز بین خشکی و آب که میشه تقریبا این قسمت تو این تابلو را اگه دقت کنید میشه این قسمت اوفه بهش میگن ترجمه جواب به این صورته خیابان به دریا ختم میشه یعنی آخر این خیابان یه دریا یا دریاچه هست این درسته توی تصویرم معلومه اینجا وقت خیابان باشه یا سطح خشکی داره میگه که این آخرش به این آب ختم میشه به این دریاچه ختم میشه جواب دوم بای دونکلهایت او را اشلیخت زیخت کن فرویکسلونگز گفه zwischen Wasseroberfläche und Farben bestehen. Verwechslungsgefahr میشه خطر اشتباه گرفتن وسر اوبرفلیشه میشه سطح آب ترجمه جواب به این صورته هنگام تاریکی یا دید خراب میتونه خطر اشتباه گرفتن سطح آب با جاده به وجود بیاد یعنی موقع تاریکی یا وقتی که دید شما خوب نباشه ممکنه اون دریا یا دریاچه رو با جاده اشتباه بگیرید و از جاده خارج بشید بیفتید توی آب این درسته توی تصویرم خیلی واضحه شما فرض کنید مثلا اینجا خیابونه یا سطح خشکی کاملا دارید رانندگی میکنید و وقتی دیدتون خوب نباشه یا تاریک باشه اینا ممکن این سطح آب درست نبینید و اشتباه هم بیفتید داخل آب دقیقا مثل همین تصویر جواب سوم دی این و اوزفاشتله فیر شویم فهیگه فاتزویگه است frei zu شویمفهیگ فاتسویگ میشه وسایل نقلیه شناور یا اونایی که میتونن روی آب حرکت کنن حالا ترجمهش به این صورته محل ورودی و خروجی وسایل نقلیه شناور باید باز نگه داشته بشن این اصلا ربطی به محل ورودی خروجی نداره دقیقا این, دقیقا این تصویری که توش میبینید توی جواب اول و دوم هست پس این اشتباه محل ورودی و خروجی وسایل نقله شناور باید باز نگه داشته بشن اشتباه جواب سوم دیویس هشتاد همزی bei دیز افرکی از با دیدن این ترکیب تابلوهای ترافیکی به چه چی چیزی باید توجه کنید؟ جواب اول شتاین کنتن اوف د فابن لیگن روی جاده میتونه سنگ ریخته باشه یا وجود داشته باشه درسته توی تصویر خیلی واضح پیداست جواب دوم فراوس فرنده könnten کنتن پلوچلیش اپ راننده های جلویی ممکن ناگهانی ترمز بگیرن اینم درسته چون یه همچین جاهایی خطر ریزش سنگ از روی سخراها وجود داره و ممکن راننده های جلویتون یه دفعه ترمز بگیرن جواب سوم هلتن و پارکن میدن، توقف و پارک کردن پرهیز بشه این هم درسته چون همچین جایی جای مناسب برای توقف یا پارک کردن نیست پس هر تا جوابمون درستن 281 اشتاده یک وغاف ویست دیزیز هن این تابلوی ترافیکی به چی اشاره میکنه؟ جواب اول auf einen بان به یک تقاطع قطار و جاده این درسته؟ این یعنی که اونجا تقاطع قطار و جاده هست جواب دوم اف این بان اونتفیرون بان میشه یک زیرگذری که زیر خط راه آهن هست و برای آبرین پیاده است که بتونن از, زیر، از این زیرگذر استفاده کنند و مجبور نباشند از روی خط راه آهن عبور کنن این اشتباهه چون ربطی به این نداره ربطی به این زیرگذر اینا نداره جواب سوم اف این بان به یک ایستگاه راه آهن این هم اشتباهه این تابلو فقط به شما نشون میده که اینجا بان اووگنگ هست یعنی تقاطع قطار و جاده هست سال آخرمون 282 ومت موسنزی با دیزم فکیست سایکن با دیدن این تابلو ترافیکی تخمین چه چی چیزی رو باید بزنید؟ جواب اول فاعت سایگه فومیه کنتن شتاک اپ وسایل نقلیه جلوی من ممکنه ترمز شدیدی یا ترمز قوی بگیرن این درسته چون پیچ سمت راست هست ممکنه صورت های راننده جلویتون خیلی زیاد باشه و یه دفعه همشون بخواد سرعتشون رو کم کنن به خاطر که یک پیچ خیلی تندی اینجا هست جواب دوم اس شعف این جواب داره دقیقا این تابلو ما رو میگه که این چی هست یعنی که جاده اینجا یه پیچ تند به سمت راست داره یعنی پیچ سمت راست داره این درسته جواب سوم entgegen kommende Fahrzeuge könnten دی Kurve schneiden وسایل نقلیه ای که از روبرو میان ممکنه جاده رو قیچی کنن جاده رو قیچی کردن یا همین شنیدن یا کرو شنیدن اون پیچ رو قیچی کردن یعنی که اون وسیله نقلیه از لاین خودش کمی خارج میشه و میاد توی لاین من اینو توی ویدیو قبلی هم من توضیح دادم اینم درسته هر سه تا جوابمون درستن خب اینم از 20 ساله این قسمتمون امیدوارم که خوشتون اومده باشه تا ویدیو بعدی سوالات بعدی خدا نگهدار